سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب سه‌شنبه 14 تیر ماه در 527مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. رونمایی از گران‌ترین لیگ تاریخ ایران. هزینه 500 میلیاردی برای بستن تیم‌های لیگ برتری. پیش از این در 4 خرداد ماه و در 487مین شماره از روزنامه سرخابی طی یک خبر اختصاصی از ورود تورم به فوتبال و افزایش قیمت نجومی بازیکنان و مربیان نوشتیم. حالا و با انتشار میانگین هزینه های تیم های لیگ برتری که به رسانه ها درز پیدا کرده، بار دیگه خبرهای اختصاصی سرخابی تأیید شده. بر همین اساس پیش بینی میشه لیگ جدید با فاصله گرانترین لیگ تاریخ فوتبال ایران لقب بگیره. به طور تقریبی و میانگین هر تیمی در فصول قبل با 150 میلیارد تومان بسته میشد، اما حالا و بر اساس مبالغ رد و بدل شده در فصل نقل و انتقالات مشخصه که برای حضور پرقدرت در فصل آتی تیم‌های لیگ برتری به تقریب با 500 میلیارد تومان بسته شدند که یک رکورد منحصر به فرد در فوتبال کشورمون به حساب میاد. فهرست پردرآمدترین مربیان ملی دنیا. اسکوچیچ گرانتر از مربی نایب قهرمان جام جهانی. فهرست پردرآمدترین سرمربی‌های حاضر در جام جهانی قطر اعلام شد و بر اساس این فهرست رقم قرارداد دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی کشورمون از 9 مربی حاضر در این رقابت‌ها بیشتره. در این رده بندی اسکوچیچ با دستمزد سالیانه 650 هزار یورویی در رده 23 بالاتر از هموطنش زلاتکو دالیچ ایستاد. شایان ذکره که دالیچ در دوره قبل رقابت‌های جام جهانی همراه با تیم ملی کرواسی به نایب قهرمانی رقابت‌ها دست یافت. هانس دیتر فلیک سرمربی تیم ملی آلمان هم با دستمزد 6.5 میلیون یورویی پردرآمدترین مربی حاضر در جام جهانی قطر خواهد بود. آنالیزور 25 ساله و بی رزومه در فهرست دستیاران ساپینتو. کادر فنی استقلال با معرفی 3 دستیار خارجی و البته ابقای 1 مربی داخلی رسماً معرفی شد. روی موتا مطابق انتظارات دستیار اول ساپینتو و تمرین دهنده آبی ها برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران خواهد بود. موتای 43 ساله همواره در کسوت دستیار در کنار ساپینتو بوده. همچنین پاولو میگوئل دوس سانتوس قراره در نقش جانشین بهزاد نوشادی به عنوان مربی بدنساز برای استقلال در فصل جدید فعالیت کنه. اما از همه عجیبتر حضور ژائو آبرئو در فهرست اعضای کادر فنی ساپینتو است. یک آنالیزور جوان و 25 ساله که هیچ رزومه ویژه‌ای از اون در دسترس نیست و ساپینتو حالا اونو به تهران آورده تا در مسئولیتی مهم رقبای استقلال رو در فصل جدید آنالیز کنه. خسرو حیدری دستیار ایرانی سرمربی استقلال. بعد از انتخاب ساپینتو به عنوان سرمربی استقلال، گزینه‌های مختلفی برای دستیار ایرانی این مربی پرتغالی مطرح شد. با این حال، ظاهراً مدیران استقلال تصمیم نهایی خود را برای انتخاب دستیاران ایرانی ساپینتو گرفتند و قصد دارند خسرو حیدری را به عنوان مربی ایرانی تیم در فصل آینده معرفی کنند. گفتنی است حیدری تاکنون هیچ تجربه مربیگری نداشته و قراره با حضور در کادر فنی استقلال تجربه کسب کنه. ضمن اینکه بهزاد غلامپور دیگر مربی ایرانی در کادر فنی ساپینتو خواهد بود. راز دلخوری سیاوش یزدانی از فرهاد مجیدی. سیاوش یزدانی در مصاحبه‌ای که اخیراً از اون پخش شده، صحبت‌های عجیبی به زبون آورد و از دلخوریش نسبت به فرهاد مجیدی پرده برداشت. اون در همین خصوص مدعی شد که مدتی پیش قصد داشته به باشگاه العربی بره، ولی مجیدی اجازه نداده و با اصرار فرهاد با استقلال قرارداد امضا کرده. با این حال واقعیت ماجرا اینه که مجیدی برای اینکه رقم دریافتی یزدانی رو به پیشنهادش از العربی نزدیک کنه به اون قول داده بود که توسط دوستانش به سیاوش پولی جداگانه پرداخت میکنه، اما زمانی که این بازیکن قراردادش رو با آبی‌ها امضا کرد سرمربی استقلال این پول رو به اون نداد. پیشنویس قرارداد کاوه با استقلال آماده شد. باشگاه استقلال تونست در مذاکرات خودش با کاوه رضایی زمینه بازگشت این بازیکن به جمع آبی پوشان رو فراهم کنه و به این ترتیب گوی سبقت رو از سایر رقبای لیگ برتری برباید. بر همین اساس توافقات نهایی برای حضور کاوه در جمع شاگردان ساپینتو حاصل و پیشنویس قرارداد این مهاجم هم آماده شده. راهکار استقلال برای جذب لژیونر ایرانی.
آبی‌های پایتخت فرمول ویژه‌ای برای جذب محمد محبی به سانتا کلارا ارائه دادند که احتمال موافقت با اون از سوی باشگاه پرتغالی بسیار بالا است. بر همین اساس آبی پوشان نه تنها در بسته پیشنهادی خود پرداخت اقساطی مبلغ رضایت‌نامه محبی را پیش بینی کردند، بلکه به منظور جلب رضایت سانتا کلارا حاضرند ابتدا این بازیکن را به صورت قرضی جذب کرده و در پایان فصل آینده قراردادش را قطعی کنند. استقلال در جناح راست صالح هردانی، رضا میرزایی و سبحان خاقانی رو داره و حالا در پی به خدمت گرفتن محمد محبی است. افشای رقم خرید صیاد منش، سود دو برابری استقلال. آجون ایلیجالی، مدیر و مالک ترکیه‌ای باشگاه هال سیتی، مبلغ خرید دو بازیکن فنرباخچه رو افشا کرد و رقم خرید صیاد منش رو بسیار بالاتر از 2.2 میلیون یورو دونست. ایلیجالی اعلام کرد که برای انتقال اللهیار صیاد منش 4.5 میلیون یورو به فنرباخچه پرداخته. با توجه به اعلام این رقم، سهم باشگاه استقلال از فروش این بازیکن ایرانی دو برابر میشه و چندین میلیارد تومان دیگه نسبت به رقم اولیه به استقلال خواهد رسید. دردسر عجیب پرسپولیس برای جذب مهاجم برزیلی. باشگاه پرسپولیس برای جذب مهاجم برزیلی دچار دردسرهای عجیبی شده. ماجرا از این قراره که سرخپوشان تهرانی در صورتی که نتونند به خواسته باشگاه پرتغالی برای پرداخت مبلغ رضایت‌نامه در موعد مقرر عمل کنند، باید 200 هزار دلار بیشتر بپردازند و بدین شکل رقم رضایت‌نامه کاسیانو به 500 هزار دلار خواهد رسید. این ترفند عجیب باشگاه ویزلا باعث شده تا مسئولان باشگاه پرسپولیس به تکاپو بیفتند و تلاش کنند هرچه زودتر این مسئله حل و فصل بشه. مهاجم مد نظر سرخپوشان رکورد نقل و انتقالات را شکست. شهاب زاهدی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال آکادمی پوشکاش مجارستان، رکورد نقل و انتقالات این باشگاه را شکست. زاهدی ماهانه مبلغی بیش از 60 هزار یورو از پوشکاش دریافت خواهد کرد که قرارداد سالانه اون رو به حدود 800 هزار یورو میرسونه. طبق اعلام رسانه‌های مجارستانی، این یکی از بزرگترین قراردادها در فوتبال مجارستانه. زاهدی فصل گذشته در تیم زوریا لوهانسک اوکراین حضور داشت، اما بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین و طبق قانون فیفا قراردادش رو با این باشگاه فسخ کرد.